بیش از 300 میلیون سال پیش قبل از عصر دایناسورهای غولپیکر روی زمین با حشرات غولپیکری پوشیده شده بود. دنیایی رو تصور کنید که در اون سنجاقک‌ها به اندازه یک کلاغ و هزارپاها به اندازه یک ماشین بزرگ هستند. به دوره کربونیفر خوش اومدید. چرا حشرات در این زمان بسیار عظیم بودند؟ چه ربطی به اکسیژن داشت؟ و چرا این حشرات منقرض شدند؟ دوره کربونیفر یکی از دگرگون‌ترین دوره‌ها در تاریخ زمین بوده. توده‌های خشکی این سیاره شروع به تشکیل ابرقاره‌ای به اسم پانگئا کردند. باتلاق‌های وسیع و جنگل‌های گرم و مرطوب تمام زمین رو پوشونده بودند. اما حشرات غولپیکر تنها موجودات عظیم الجثه‌ای نبودند که روی این سیاره پرسه می‌زدند. همچنین مجموعه وسیعی از حیات دریایی هم وجود داشت، مثل اشکال اولیه کوسه‌ها و یک دوزیست غولپیکر که به طول 3 متر می‌رسید. اما حرف زدن کافیه. بیایید به گذشته سفر کنیم. حدود 300 میلیون سال پیش در دوره کربونیفر، اولین چیزی که احتمالاً متوجه اون میشید حشرات غولپیکر هستن. یکی از نمادین ترین اونها مگانوراها بود. این حشره شبیه سنجاقک امروزی بود، البته با بندهای غولپیکر. طول بالهای اون به 75 سانتی متر میرسید. ترسناکتر از اون اینه که اون گوشتخوار بود و حشرات دیگه و دوزیستای کوچیک رو شکار میکرد. باید خوشحال باشیم که این موجود امروزه به ما حمله نمی کنه. این هیولا پرواز می کرد و توی آسمونا بود. اما در خشکی چی؟ شما آرتروپلورا رو خواهید داشت. این موجود هزار پا مانند می تونست تا 2.5 متر طول داشته باشه. خوشبختانه این موجود به ما حمله نمی کنه. اون بیشتر جویدن گیاهان در حال تجزیه شدن رو ترجیح میده. یکی دیگه از حشرات با ظاهر خزنده هالمونوا اسکورپیوس بود. این یک عقرب بسیار غولپیکر بود که بیشتر در مناطق باتلاقی پرسه میزد. اونها میتونستن 70 سانتی متر رشد کنن. همچنین سوسک‌های غولپیکری وجود داشتن که تا 10 سانتی متر رشد میکردن و مگس‌هایی با طول بالهای 45 سانتی متر. بنابراین میشه گفت اگه شما در این دوره در زمین سرگردان بودید، باید بیشتر مراقب اطرافتون میبودید. اما سوال اینجاست، چگونه این حشرات اینقدر بزرگ شدن؟ خب ممکنه متوجه شده باشید که در عصر کربونیفر احساس انرژی و هوشیاری بیشتری دارید. ممکنه موقع دویدن بسیار دیرتر خسته بشید. این به سطح اکسیژن در دنیای فعلی شما مربوطه. تحقیقات تخمین زدند که سطح اکسیژن اتمسفر در این دوره به 35% رسیده بود. در مقایسه با سطح اکسیژن امروزی ما این مقدار 21%. اکسیژن یکی از عوامل کلیدی غولپیکر شدن این حشرات بود. اما چرا این باعث میشه که این حشرات اینقدر غولپیکر بشن؟ تنفس حشرات متفاوت تر از موجودات دیگه است. حشرات سیستم گردش خون برای انتقال ندارن. در عوض از طریق شبکه‌ای از لوله‌های کوچیک به نام نای مستقیم اکسیژن رو به بافت‌هاشون میرسونن. هرچه اکسیژن در جو بیشتر باشه، این حشرات بزرگتر میشن. اما ممکنه دلایل قانع کننده تری برای رشد بیش از حدی این حشرات وجود داشته باشه. یه نظریه دیگه نشون میده که حشرات به دلیل سمیت اکسیژن مجبور به رشد بیشتر شدن. همونطور که اکسیژن یک ماده شگفت‌انگیزه و میتونه ویژگی‌های بسیار خوبی به ما بده، اکسیژن بیش از حد در بدن شما چیزی رو ایجاد میکنه که ما اون رو به عنوان رادیکال‌های آزاد میشناسیم. این مولکول‌ها ناپایدار هستند که میتونن به سلول‌های شما و حتی به DNA شما هم آسیب بزنن. در مورد حشرات ما، اونها مجبور شدن به این اندازه بزرگ بشن. در غیر این صورت، اونها از سمیت اکسیژن رنج می‌بردن. بزرگتر شدن سرعت جذب اکسیژن رو کاهش میده و رنج بردن از اکسیژن رو کمتر می‌کنه. و همچنین این مسئله میتونست برای شما هم اتفاق بیفته. هرچه مدت طولانی‌تری در این دوره بمونید، سطوح بالاتری از اکسیژن باعث میشه که حالت تهوع، مشکلات تنفس و حتی برخی از اثرات روی سیستم عصبی خودتون رو تجربه کنید. مسلماً حشرات حاکمان این دوره بودند، اما اونها تنها موجوداتی نبودند که در طول دوره کربونیفر تغییرات عظیمی رو تجربه کردند. این دوره به عنوان عصر زغالسنگ هم شناخته میشه. این به دلیل بسترهای زغالسنگ گسترده‌ایه که پس از پوسیدگی جنگل‌های باستانی شکل گرفت. این بسترهای زغالسنگ یکی از منابع اصلی انرژی ما هستند و ما امروز از اونها استفاده می‌کنیم.
همچنین بسیاری از میوه‌ها و سبزیجاتی که در فروشگاه‌های مواد غذایی پیدا می‌کنید ممکن از نوادگان گیاهانی که بیش از 300 میلیون سال قدمت دارند باشند. دوره کربونیفر شاهد تکامل اولین گیاهان دانه‌دار بود و اکوسیستم‌های متنوع‌تری را نسبت به اون چه که ما قبلا دیدیم ایجاد کرد. اما یه لحظه صبر کنید، این دیگه چه جانداریه؟ آیا این یک دایناسوره؟ این یکی از اولین خزندگانی بود که ظاهر شد، اما اگه چند میلیون سال دیگه بمونید وارد عصر مزوزویک میشیم که به عصر دایناسورها هم معروفه. اما صحبت از تغییر شد. جو قسمتی دیگه از زمین در این دوره تکامل پیدا کرد. زمانی که شما وارد زمین میشید آب و هوای سرسبز و گلخانه‌ای داره. دمای محیط گرم و مرطوب شد که این شرایط از جنگل‌های باتلاقی حمایت میکرد. اما با پیشرفت این دوره طی میلیون‌ها سال آب و هوا به وضعیتی تبدیل شد که به عنوان وضعیت زمین یخی شناخته میشد. دما به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و صفحات یخی به طور عمده در نیمکره جنوبی شروع به تشکیل شدن کردند. اما چرا این اتفاق افتاد؟ همونطور که ما در حال کاوش در این دوره دیوانوار بودیم، خشکی‌های زمین به آرومی به هم پیوستند تا ابرقاره‌ای به اسم پانگئا رو ایجاد کنند. هنگامی که توده‌های خشکی به این بزرگی شروع به حرکت می‌کنند، می‌تونن به طور جدی بر جریان‌های اقیانوسی، الگوهای باد و آب و هوای جهانی تأثیر بذارن. حالا جنگل‌های بارانی در حال نابود شدن بودند. این قضیه منجر به کاهش جانوران و پوشش‌های گیاهی شد که قبلاً شکوفا شده بودند. با کاهش جنگل‌های بارانی سطح اکسیژن در حال کاهش بود و قبل از اینکه متوجه بشید حشرات عظیم ما شروع به مرگ و میر و انقراض کردند. بدون سطوح بالاتر اکسیژن برای حمایت از اندازه اونها، این حشرات غول‌پیکر نمیتونستن زنده بمونن. سطح اکسیژن پایین و آب و هوای خشک‌تر زیستگاهی رو ایجاد کرد که برای حشرات کوچکتر مناسبتر بود. همچنین در این دوره از زمین اولین خزندگان شروع به پرسه زدن در زمین کردند و زندگی رو برای حشرات دشوارتر کردند. اما حالا با تشکیل پانگئا وارد دوره پرمیان شدیم. اما در این دوره چه اتفاقاتی برای زمین افتاد؟ میتونید با کلیک روی ویدئویی که روی صفحه نمایشتون نشون داده میشه این قضیه رو به طور کامل بفهمید و از اتفاقات شگفت‌انگیزی که رخ داد با خبر بشید. راستی قبل رفتن کلیک روی لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.